pues que no hay nada. نام خدا ما جام پاک کردم میتونم تو سال جام میسای منظم باش که دونی میکنه تو فقط دیگه که در پشت سودا روانت کردن پشت سودا بیرون روانت کردن سای کردیم متوجه باشم اولی صبح ما یک کار دیگر رو نیاز دارم دست ایلا دست بغل نکنی که حال میکنی دک بغلک نکنی حال دیگه مزید داده سیر بیا استاد شو بیا 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 این افتخار رخسار جان یک کف بزنین بسیار بسیار خوش آمدین باش که در دل سیارم چیزی نگرده برای از یه کف بزنیم آه زنده باشین تشکر سیار جان تشکر ازی که باش که لونی میره بیاری بیام رای خود اینجا جواب کردی بیا این اینجا باشه یا بانش بانش بانی بایسکل ما هست اینجا بانش خوی بایسکل خود دست خوی ندارن نه آستان ندارن نمیداشته باشن رخسار جان بسیار خوش آمدید بفرمایید خوب است این ساعتون خوب است فکر کنم از بایسکل کدی چاکیو مشکل بشه بسیار خوش آمدید رخسار جان باش که از جای بزنش که ستا نکنی نبیاریش والا مشکل بود بخدا دوانده نظیم خیال از بایسکلک های چی که دارم رخسار جان خوب است انشالله تشکر خوب است بخیر است بایسکل رانی ها بخیر مگذره خوب است بخیر باشه خوب شد که اینجا بخیر گذاشت جای بسا خورد از کل جایی که اینجا برای استرس گرفته بود آه سخت بود بخیر تیر شد بسیار زیاد خوش آمدین تشکر از شما من بسیار بود چه احساس داشتید دفعانی هم رین باسکل رانی میکردم کدام دیالوگ میگی مگر ات خنده که تو آمده سیار چه احساس داری مانگام هستی خواه رخسار جان چه وقت میشه که شما به تیم باسکل رانی هستین و عملا چند مسابقه را انجام دادین از این دستاورد آخرتان که بود از این هم قصه کنیم خوب سلام به شما و تمام دیدگان تلویزیون طلوع خوب آخرین مسابقه که ما داشتیم تور دی بامیان بود که از هفت ولایت اشتراک کرده بودن که خوشبختانه ما تانستیم از هفت ولایت 12 بهترین انتخاب کنیم و عضویت تیم ملی را گرفتن و این یگانه مسابقه بود که به شکل استاندارد برگزار شده بود به با اولین بار بسیار خوب چند سال میشه رخسار جان به این ورزش رو آوردی؟ خب به مدت 9 سال میشه که بایسکل رانی میکنم قبل از اون دیگه ورزش هم پیش میبردی؟ نه خیر امی اولین ورزش که انتخاب کردم بایسکل سواری برای علاوه بایسکل رانی کدام ورزش دوست داری رخسار جان؟ برای علاوه بایسکل رانی من آبوزی را دوست دارم که در وقت آن نمیشه در افغانستان متاسفانه در افغانستان در اوجه نمیتونید در خانه در تشت میتونید اوز خانما نیست فکر میکنم اصلا خب یعنی در مسابقات نمیتونم اشتراک کنیم به شکل بله دقیقا نمیتونید که چادری آبوزی نمیشه از قهرمانی هایتان رو بگیم کدام هم بکتا قهرمانی گرفتین اول در کجا شدین دوم در کجا شدین در افغانستان هم شدین نشین مسابقه اخیرتان چطور بود؟ دیگه چطور است؟ دیگه خوب است ما مسابقات داخلی و خارجی داشتیم که بر اولین بار مسابقات که تیم ما داشتن همراه پاکستان بود که تانستن مقام بیارن مقام اول آوردن که تقریبا 6-7 سال پیش و بعد از او 2016 دو تن از اعضای تیم اشتراک کردن در مسابقات تور دی ال بی که در فرانسه بود که تانستن مقام دوم و سوم بگیرن یکی از بزرگترین دستاورد بعد فدراسیون بایسکل سواری در طبقه اوناست که تانستن در فرانسه اشتراک کنن یک جای افتخار است و در 2016 تیم ما تانست که کاندید جایزه نوبل پیس پرایز شد و خودم در مسابقات داخلی اشتراک کردیم خارجی اشتراک نکردیم انشاءالله امیدوار هستیم که مسابقات خارجی داشته باشیم یک دستاورد خوب داشته باشیم ما امیدوار هستیم در مسابقات خارجی که رفتی از استودیو همتو کش نکنی نه برای چقدر جالب فلمای کارتونی ور نکنه بله رخسار جان در کابل گفتین که طرف بامیان رفتین این چند کیلومتر بود و از کدام ولایات بود و شما کدام مقام گرفتین اینجا؟ خب ما اولین مسابقه که ما دادم تقریبا 5 سال پیش بود از کابل تا پغمان که تانستم مقام اول بگیرم یعنی تانستیم از مقام اول الی مقام تا خود پغمان دره رفتین؟ نه خیر تا تاق زفر تاق زفر و مسابقات حیرتان تا مزار شریف داشتیم که تانستم مقام سیما بگیرم و از حیرتان الی تاجقرغان تانستم مقام اول بگیرم و در مسابقه اخیره که بدبختانه ما 2 سال فاصله
بود یعنی فدراسیون ما با تعلیق رفته بود، تمرین نداشتیم، مسابقات و اصلا هیچ گپ نبود. دو سال ما اصلا هیچ تمرین نداشتم، اما مسابقات اخیر که با دو استیج برگزار شده بود، استیج اول از کوتل حاجیگک تا داخل خود بامیان بود که من تانستم مقام هفتم بگیرم. البته بایسکلم خراب شده بود، اگر نه من مطمئن بودم مقام دوم میگرفتم، اما در استیج دوم که تانستم مقام چهارم بگیرم، از خود بامیان تا بند امیر که تقریبا 75 کیلومتر میشه، اما مسابقه ما که از اون قسمت که اوپن شد 55 کیلومتر میشه. بسیار خب، مقام چهار مقام کم نیست، شما تشویش نکنین. از پرزا بگوین که وقتی بایسکل میدوانین در شهرا یا داخل شهر پرزا میرن سرتان مردم مثلا قربان بایسکل سپورتی تان شام صدقی کلای خربوزه مانه میتونین؟ بله، پرسه زیاد میرن، ایچ وقت صدقی بایسکل ما نشده نموده که اگه پا گفتن میشه یکی از پرزه رو زمزمه کنیم زیادتر محترمه که پس زیر تایل نشیم. امی برام جالب بود و ما مشکلات زیاده داریم، البته تمام خانما در بخش ورزش مشکلات خود دارن، اما از اینکه ما فدراسیون ما کلن ورزش ما فرق میکنه، ما مجبور هستیم در جاده ها و در سرک ها تمرین کنیم، مزاحمت از طرف مردم از طرف موتر زیاد میشیم. البته فعلا خوبتر شده نسبت به وقت، وقت بسیار برایشان جالب بود که چطور یک دختر بایسکل سواری میکنه. بعضی مردم است که امرای موتر دست ما را قید میکنه، اگه پای بعد رد میزن، اما ما هیچ وقت توجه نمیکنیم، اما اهدافی که داریم میخوایم به اهداف خود برسیم و به گپای منفی مردم گوش نکنیم. مثلا میگن شما زحمت نکشین عزیزم، بیاین ما برسانمتان. نه خیلی جدا از مسئولیت امی که بسکلونی میکنین، دیگه چی مسئولیت دارین در مورد تحصیلاتتان؟ شب کچه بگوین سیماتولوژی میخوانم و یک سال مانده. دکتر صدیقه میدن دان علا شدیم رو بکش. رفتار جان، بیشتر خود ترجمه تا کدام ولایت سفر داشته باشی به خاطر توری که برگزار میشه یا مسابقه که می داشته باشی؟ ما زیادتر چندین ولایت ما مسابقه داشتیم، اما مسابقه اخیری که در بامیان داشتیم، ولایت بامیان در پهلوی ازی که یک ولایت سیاحتی است، از تمام دنیا میآیند برای دیدن بامیان و ما زیادتر بامیان ترجیح میتونم که در اوج مسابقات ما دایر شوه و در پلوی ازی که ما مسابقات خارج داشته باشیم بتانیم در ولایت بامیان قرنطین شویم، چون از هر نگاه از لحاظ امنیت خیلی خوب است، از لحاظ ازی که مردمشان خیلی فهمیده هستند، روشن فکر هستند، مزاحمت نمی کنند، خصوصا به طبقه و ناس. برای آمادگی گرفتن چند روز شما در قرنطین می باشین تا که بتانیم مسابقه انجام؟ خوب، نظر به مسابقات ما فرق میکنه، اگر مسابقه داشته باشیم که اصلا سربلندی نداشته باشه ما فرق میکنه، اگر سربلندی باشه باید همون قسمت ما تمرین کنیم که بلندی باشه، اگر دوش باشه خوبتر است که ما یک موقعیت را استفاده کنیم که هم بلندی داشته باشه هم اموار باشه. خب چرا بایسکل رالی انتخاب کردی؟ میشه مثلا تکواندو، جمناستیک، والیبال، فوتبال ملکنک، می بخشم بوتای. خوب، ما که خورد بودم زیاد خوش داشتم بایسکل رانی کنم، چون من یک بار که بایسکل رانی کنم زیاد یک احساس خوشی برم، زیاد خوش شدم، بعد از تصمیم گرفتم من بایسکل یاد بگیرم. همیشه فکر میکردم که بچه ها بایسکل رانی میکنه چرا دختران نمیکنه، و خودم خواستم که من باید بایسکل یاد بگیرم. بسیار حس خوب میتوه آدم. بله، بسیار حس خوب میتوه، سهر جان تجربه دارن میفهمن. رخصار قبل من به تکلیف بود، امروز که رفته بودم بخاطر که رخصار بر من یاد میداد که این رقم بایسکل رانی که و مثل دوره بی بی. مجبور شد بایسکل که تو گرفته بیارم. نه، باز یک تخنیک دیگه زدیم دوستا، تکی سبز داد پشت سر انداختیم، سهر گفتیم دوستای تیره قوی بگی که باز در کروما براش بایسکل انداختیم. این من یک استایل نو باز رفتم برشم. بله، بایسکل رانی کدام قدرت بدنی را کار داره؟ پایا بسیار باید قوی باشه، زیاد آدم باید بده و نفس آدم قوی باشه، چی خصم؟ دو چیز بسیار مهم است. شب کنم چه؟ دو چیز خیلی مهم است در بایسکل رانی که یک ورزشکار یا یک شخص داشته باشه، نفس بسیار قوی داشته باشه، نفسش پخته باشه و از لحاظ مسلس عضلات پای بسیار باید قوی باشه و ترس هم نداشته باشه. و بله، ترس اصلا نداشته باشه. برای مهم بود که باید ترس نداشته باشه. باز یاد گرفت یا نگرفت؟ بله یاد گرفت. من یک ساعت رفتم اینمی آدم مر دیوانه سا میگم من یاد دارم خود دیان نداریم. بسیار خوب یاد گرفتن، سخت است اولین بار با بایسکل ورزشی
کلن فرق میکنه. آه نیلاس میگه. خب شما مجرد است نه متعیل؟ دل سیار جمع شما. من مجرد است. چرا خانده میکنی؟ یار خب یک شب کوچایده. رخصار جان به خاطر امی ورزشی که خودت انجام میدی دوست داری به کدام کشورا زیادتر سفر داشته باشی اونجا نمایش بدی؟ خوب بیخی شب کوکوشا ارموز پرتش برش رشته ما قسمی از باید به مسابقات برم و یکانه آرزوی مست کنم بتونم در مسابقات تور دی فرانس اشتراک کنم و همچنان بتونم که یکی از مدالای اولندی فرانسه را در چشم کردین چی تو؟ بله چند سال میشه خودت کاپیتان تیم هستی؟ یک سال میشه یعنی باید چی شرایط را داشته باشی؟ شرایطی که کاپیتان تیم ملی البته کاپیتان تیم باشی در کل تجربه خیلی مهم است که تجربه داشته باشی و تیم مدیریت کرده بتا بله تیم مدیریت کرده منیجمنت تیم خوب تر باشه و دخترها را باید تمرین بتیم و کسا که تمرین برای اونا تمرین میتم از همه چیز اعتبار خیلی مهم است که اعتبار داشته باشن اکسا این مورد تمرین میتونه بتا خب بایسکل بغیر بایسکل موتورسیکل موتر تیاره چی دیگه دوام نمیتونه موتورسیکل هم خوب میتونم موترم خب گاگای موتورسیکل پیشکان زدین فقط یک بار تجربه کردیم موتورسیکل خطرناکتر است نه؟ نه اتو پیشکان نکردیم تجربه کردیم که میتونم بسیار خوب از کلش که در بایسکل بسیار خطرناک است مشهورترین بایسکل ران دنیا کی است؟ فعلا فعلا پیتر ساگان پیتر ساگان از زناز دیگه نه خیر از مرد هست از زنا هر ماه هر سال چینج میشه بخت تعداد زیاد است بله خیلی زیاد بایسکل دانی زیاد است بله مردا شاید آل بایسکل ایلا که دو بکشون موتر میده و نه موتر بسه پیشکان است وزنم میتونه تاثیر داشته باشه بر بایسکل رانی؟ بسیار وزن میتونه تاثیر داشته باشه مثلا وزن ما چی میکنه بایسکل وزن شما از طرف آخر اول میشه نظر به مسابقه بازم فرق میکنه اگر مسابقات بلندی باشه کوهستانی باشه وزن هر قدر سبک باشه اما شخص میتونه که به خط فنش خود برسانه اگر مسابقات هموار باشه وزن باید زیاد باشه چون سرعت میگیری شمال پیش رویت میایه میتونی که خوب خوبتر شمال پاره کنی بله. وزن بسیار تاثیر داره وزن زیاد باشه در نظر به مسابقه است ما اگر مسابقات اگر هموار باشه زمین بله. وزن تاثیر داره ما که مسابقات با میان داشتیم خودم 4 کیلو وزنم کم شد البته کوشش کردم که وزن باید کم شوه در یک ماه در یک ماه چند کیلومتر رفتیم که خواست کمی تجربه کنیم هر روز فرق میکرد تا پغمان تا دری پغمان میرفتیم بله هر روز هر روز نه هفته 3 روز داری تا از کابل تا داری پغمان میرفتیم و دیگه کلا سرک دارلمان بسیار عالی بسیار عالی موفق باشین رخصار جان بسیار خوش آمدین به قاب گفتگو و به خیر که به مو آرزوتان برسین که مسابقات که فرانسه است برین و باز پس هم بیاین ان شاء الله اتمان شر نفس می قیمت های بایسکل ها را بر ما بگوین که قیمت ترین بایسکل کدام است ارزان ترین بایسکل کدام است در افغانستان فکر میکنم بایسکل قیمت تر هم است در افغانستان بایسکل هایی که ما استفاده میکنیم اصلا هیچ نیست اگر پیدا میشه 202 پیدا میشه قیمت هایش فرق میکنه نظر به مو ساختار خود بایسکل است که اگر کربن باشه قیمت زیاد است اگر آلومینیوم باشه اینا اردویش آلومینیوم است که از $300 شروع میشه تا $600-700 باز اگر کربن بگیریم چون او سبک است قیمتش از $1500 شروع میشه الی $2000 یک قسم دیگه سیار سایل داری طرف الا $12000 بله قادر یک موتر کرولاس رخصار جان برد با اسکلت $300 کدام قیمتش بالاتر است؟ تو سبز یا یابی؟ نه خیر اردویش تقریبا یک چیز است باز برند است نام داره مثلا لوک است پنوریلو هر کدامش برند است برند های فرانسوی ایتالیایی است اینه نبر نبر خواه یک بایسکیل هم به سرقت بردن در روز روشن با خدا دزی هم یاد در کابل همیت شده در روز روشن روز یک نفر بیچاره در بین بیروبار موبایل در گوشش متسکیل کمی زد موبایلش کلی اگه غالمغال کرد متسکیل رفت این نفر هر چی که دوید گیرش نکرده اینه بخصوصا که سیار من توی کار کرد سیار دوان بسیار تشکر رخصار جان موفق باشه خوش آمدید لطف کنید تشکر دوستان میریم به وقفه زود برمیگردیم دوباره
اسم شما این دوستا ادامه برنامه قاب گفتگو است. فیلم و سینما در افغانستان یک از موضوعات گرم و داغه که بسیار روزی صحبت میشه. ما امروز خوشبختانه بانو صحرا کریمی، کسی که رئیس امین هاد است افغان فیلم در افغانستان، دعوتش کردیم و میخوایم بیشتر صحبت داشته باشیم. بسیار خوش آمدید به قاب گفتگو. خوش باشید. بسیار زیاد خوش آمدید. سلام به شما، خوش آمدید. زنده باشین. خانم صحرا، بیان که اول در رابطه با شما چند کلمه صحبت کنیم، بعد از باز میریم به طرف فیلم و سینما در افغانستان. بیان از خود بگوین کجا تولد شدین، کجا درس خواندین؟ ما از نسل مهاجرت هستم. زمانی که جنگ بود در افغانستان، به هر حال خانواده های زیادی افغانستان را ترک کردند به خاطر نجات دادن خانواده و فرزندانشان، و ما به دلیل نزدیکی زبان و در هم دین و اینها تصمیم گرفت پدرم که به ایران مهاجرت کنم. من در ایران به دنیا آمدم و تا صنف 12 در ایران درس خواندم و بعد به کشور اسلوواکی مهاجرت کردم و همچنین به کشور چک رپابلیک و اونجا درس خواندم. دانشگاه را اونجا درس خواندم، رشته فیلمسازی درس خواندم، اما در لیسه رشتم ریاضی و فیزیک بود و من بسیار دوست داشتم انجینیر شوم. منتها خوب انگار که امو ساخت و ساز جور دیگه رقم خورد. در رشته کارگردانی فیلم داستانی درس خواندم در هر سه مقطع، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا گرفتم در سال 2013. و بعد با اینکه همه چیز مهیا بود در اروپا، ولی تصمیم گرفتم که افغانستان بیایم و اینجا زندگی کنم، کار کنم. و تقریبا میشه گفت که 7 سال است که افغانستان هستم. و نام خدا یکی از نهادهای بسیار کلان افغانستان شما رهبری میکنید. خب فقط یک سال و چند ماست. من خودم فیلمساز هستم، کارگردان فیلم هستم و فیلم میسازم. اعلان کردن که پست ریاست افغان فیلم در واقع به اعلان گذاشته شد و من از طریق رقابت آزاد رفتم. یعنی حداقل میتونم به صراحت بگویم که نیازی نداشتم که پیش کسی برم زاری کنم یا واسطه گری کنم. رشتم بود، تحصیل کرده بودم، تخصصم بود و اتفاقا 5 نفر شورتلیست شد در آخر، در نهایی. و وقتی که امتحان دادیم، از بین اون 5 نفر که کلشان مرد بودن، من که خانم بودم انتخاب شدم. یعنی اینکه من نمره بالا را بردم. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. چند نفر از در افغان فیلم کارمندایتان و از وقتی که شما اومدین کدام فیلم، سریال یا کدام نمایش داشتین؟ بله، من تقریبا یک سال چند ماه است که آمدم. وقتی رفتم افغان فیلم، متاسفانه خیلی اداره فرسوده ای بود و خیلی کهنه معلوم میشد، هم از لحاظ میشه گفت که نمای خود ساختمان افغان فیلم، هم و هم از لحاظ تکنیک و هم از لحاظ وسایل، هم از لحاظ مردم که به هر حال سالها کار نکرده بودن. در این یک سال ما خیلی کارها کردیم. شروع مثلا مهمترین کاری کردیم، افغان فیلم را شامل بودجه انکشافی وزارت مالیه کردیم. یعنی عملا ما از وزارت مالیه بودجه گرفتیم برای ساخت فیلم ها. ما در حال حاضر که با شما صحبت میکنم، نزدیک 23 برنامه در حال جریان است که 11 برنامه او تولید فیلم است. 5 فیلم مستند، 5 فیلم کوتاه داستانی، 1 فیلم بلند داستانی، 2 سمینار تخصصی، جشنواره ملی سینمای افغانستان تحت نام لاجورد، و اتفاقا با تلویزیون طلوع و اپ دریا ما چند روز پیش یک تفاهم نامه بستیم. ما فیلم هایی را به اپ دریا، یعنی اپلیکیشن دریا، میدیم که به نام افغان فیلم پخش میشن. و فیلم های سابقه که بسیاری دوستا دسترسی ندارن، شاید در یوتیوب نباشه، شاید کاپیش به جای نباشه، از خاطر میتونن که از طریق اپ دریا ببینن. ما با بسیار کوالیتی بالا، به خاطر اورجینال ما داریم، با کوالیتی بسیار بالا دادیم. و همچنین تا آخر ما این تفاهمنامه برای 2 سال هست و تا 2 سال ما نزدیک به 30 تا 50 ساعت فیلم باید به ای اپلیکیشن اضافه کنیم از طرف افغان فیلم. خب یک سوال مهم دیگه هم خانم کریمی، همین سینماهای افغانستان که از قبلا فیلمای هزار مملکت، یعنی فیلمای نشر میشد که
تیر میشید یا پوسترهایش هم میدید پشیمان میشید از دیدن. حالا همون پوسترها همون فیلم ها نشر میشه در سینمای افغانستان یا پلان دارین بخیر فیلم های افغانی جدید هم که زیر دست دارین نشر شود؟ تقریبا تا یک فرمانی که یک زمانی یک دولت فکر میکنم دموکراتیک خلق یا دولت کمونیستی بود تا یک فرمان در سال 1357 اینها تمام اما حق افغان فیلم را بر مدیریت و یا حتی بر مالکیت افغان فیلم را به شاروالی دادن. یعنی عملا سینماهای افغانستان که در کل افغانستان 38 سینما بود که 18 سینماش مال کابل بود عملا در اختیار ما نبود و نیست. بنابراین و وقتی هم ما در همین یک سال گذشته چند بار با ریاست کلتوری و یک بارم با خود آقای شاروال دیدیم، در واقع خیلی تمایل نشان ندادن که مثلا ما سینماها را مدیریت بکنیم. حتی با ما پیشنهاد کردن که سینمای نو باید بسازین اگر میخواین که مثلا فیلم های را نمایش بدیم. منتها ما نظارت بر نمایش این فیلم ها داریم، اما خب فیلم سینما آریانا را و سینما پارک یکی از فیلم سازهای خیلی خوب ما شما که همه میشناسیم اینا برای یک مدت طولانی کرایه کردن. خب اجاره گرفتن؟ اجاره میشه، در حالی که خب در واقع ما خیلی جالب است که برای جشنواره سینمای افغانستان ما وقتی مثلا از ریاست کلتوری باشون میخواستیم بگیم که شما ببخشین میشه با ما همکاری کنین در 10 روز یک فیلم ها رو نمایش بدیم، میگه که ما باید مثلا با اونا هم صحبت بکنین. و خیلی جالب بود که مثلا افغان فیلم باید اجازه نمایش فیلم از یک پروسه خیلی طولانی بگن در حال که نهاد مرجع افغان فیلم است. چقدر در محتوای یک فیلم شما نقش دارین بر ریاست افغان فیلم؟ ما افغانستان و کلا سیستم رسانه‌ای و سینمایی افغانستان سانسور نداره. یعنی عملا ما سانسور نمی‌کنیم. ولی دو بخش خیلی برای ما مهم هست. این که به ارزش‌های ملی افغانستان و در واقع توهین نشه و به ارزش‌های دینیش. ولی خب ما گویا حالا ما پالیسی سینمای افغانستان رو پیشنویس کردیم که در ماه میزان تقریبا او را رونمایی میکنیم در یک سمیناری که تخصصی داریم. اونجا بخش نظارت بر محتوا را گنجاندیم، اما نظارت بر محتوا بیشتر روی کیفیت محتوا است تا اینکه خدا نکرده ما بخوایم سانسور کنیم و اینها. منتها حتی دوستان فیلمساز ما از امی آزادی هم که وجود داره در بخش داستان و قصه گویی و اینها از هم استفاده نمیکنن، یعنی عملا. ولی این فیلم هایی که فعلا در حال حاضر از امی یکی دو سینمایی که فعال هست پخش میشه اصلا قابل قبول ما نیست. منتها اینا قبل از اینکه ما بیایم قراردادهاشون انجام شده بود و اینها، و به هر حال بنابر یک سری پروسه های داریم ما حق نداریم که دخالت بکنیم. یعنی قراردادهای قبلی پس اثر گرفته نمیشه؟ نه خب به هر اونا برای یک مدت زمانی هست، بعد که خلاص شه باز ما میتونیم و صلاحیت داریم که مثلا تایید دیگه نکنیم. خانم کریمی شما بسیار زیاد مقبول هستین، اینو برام بگین که در فیلمایی که زیر دست دارین در کدامش نقش بازی کردین؟ حال جالبی است که امی سوالم سک سوال خوب است که کسایی که معمولا کارگردان می باشن یا کمپانی می داشته باشن فیلمساز می باشن زیادتر خودشان علاقه مند هستن که در فیلم ها باشن. شیرای بسیار مشهور و نری که در هندوستان هست. بله بله بله. دخترهای افغان کلا مقبول هستن، دو تا خانم مقبول زیبا رو به روی تان میبینه و من خوشحال هستم که شما همکارای زیبا دارین. بخاطر جواب اینا رو میخواستم بگم. منتها من خودم کارگردان فیلم هستم. وقتی که ولی سینما رو با بازی در فیلم شروع کردم. یعنی اینکه در فیلم بازی کردم و در دو فیلمی که در ایران بود، ولی فعلا در فیلم من کار نمی کنم. بیشتر علاقه دارین؟ نه چون کارم خیلی زیاد است. مثلا خب شما بیشتر طرفدار کدام نوع داستان ها در فیلم هستین؟ خب سبک من کلا یک سبک خیلی خیلی پیچیده و سختی است که ما او را سینمای
در واقع میشه گفت که روشنفکری یا اینتلیکچوال یا سینمای فلسفی و چیزا میگیم، اون سبک من بسیار سبک در واقع پیچیده است که بسیار افغان ها شاید اصلا خوش نداشته باشن، اما چون به خاطر اینکه من در اروپا کلان شدم و من درسی که خوندم و استادایی که داشتم روی من خیلی تاثیر داشته. منتها عملا اگر بخوام از سینمای تجاری صحبت بکنیم، من فیلمای مافیایی را خیلی دوست دارم. مافیایی در افغانستان به خاطر که زیاد امتنای ما فیلمای چی میبینن؟ فیلمای هندی میبینن و امیر پیشتر هم صحبت داشتیم که تاثیر گذاشته فرهنگ هند و فیلمای هندی و داستان هندستان از فیلمایش معمولا همی است که یک بچه و یک دختر در جای آشنا میشن، باز یا میرن باز بدماشا پیدا میشن، بدماشا پیدا میشه، باز بچه فیلم لط میکنه، باز دختر فیلم میهر نجات میتن، باز داخل یک فوت میکنه یکیش جور میمانه. اون قسم یک چیز است که زیادتر باز تقلید از اون سینما را پاکستان هم میکنه، افغانستان هم میکنه، تأثیر گذاشته. این سینمای عامه پسند است، به هر حال سینمایی که شما برای مردم عامه درست میکنین و شما نمیتونین فیلم یک روزه و دو روزه است. بله، و شما اونجا نمیتونین بزرگترین مسائل فلسفی جهان اونجا بشینین حلاجی بکنین یا حل. اون سینمایی است که به هر حال برای یک سری تجارت است، برای یک سری مردم است که از خسته از کار میآین یا یک ویکند یا یک روز تعطیل دارن، دوست دارن برن ساعتشون رو. ولی خود سینما ژانرهای مختلف داره، سبکای مختلف داره فیلم ها، و سینمای تجاری به هر حال جزء بدنه سینما است و فکر میکنم خیلی مهم است. بله. چون امو صنعت هم میگردانه، چرخه تجاری و اقتصادی سینما رو میگردانه که متاسفانه او هم در افغانستان با او صورتی که باید رشد بکنه رشد نکرده. عملا بسیاری از فیلمسازها وقتی که سرمایه گذاری میکنن روی فیلمشان و در واقع میخواین که از او درآمدی داشته باشن و او سرمایه برگرده، هیچ ضرر که میکنن حتی فایده نمیکنن. خب خانم کریمی، بیاین که از سوال کما که این طرف بیایم، یک کاستینگ کنین شما که یک فیلم دارین، کیره منحیث چی در فیلمتان میگیرین، کدام نقش چی رو مثلا تو دیگه از خطر از این کرتی پیش دیگه طرف بچه فیلم انتخاب شد؟ نه بچه فیلم بلوز هم میپوشه اگه دلم بیچه ای من منحیث تایه کننده میبارید؟ نه تایه کننده، نه نه در فیلم تایه کننده خانم کریمی است، اینا نقش می تواند. نه من کارگردان است. کارگردان است. فیلم عاشقانه است. خیلی شما در کاستینگم نقش دارین. نه اتفاقاً ما امی فیلم کمدی که می سازیم، فیلم سینمای کمدی که می سازیم، نامش بسیار چیست؟ نامش بسیار غلط برانداز است. نامش از کوچه حمام زنانه. ولی عملاً اصلا ربطی به حمام زنانه، فقط نام کوچه حمام زنانه، اصلا هیچ ربطی نداره. در واقع در مورد 4-5 پیرمرد است و یکی کاکا شریف است با خاله سکینه که از امو کمونیستای قدیمی و چپیای قدیمی هستن که حالا تقاعد کردن. و برای کاستینگ این مثلا ما هر کسی را که با شخصیتایی که در فیلمنامه نوشته بودیم در کوچه می‌دیدیم که داشت گپ می‌زدیم. خب کریم، اینا یک نقش بتیم مثلا برام، برام احمدی صاحب، برای نادیا جان و سحر جان. نه که در کدام رول کاست میشه که چهره‌تان می‌بینن چیز کار کردم. شما خیلی هندی بازی نمی کنن؟ آه بسیار، شاروخان نام میشه، نام خودم. ولی این دوتا دختر خانوم خیلی میخوره که یعنی چهرهای فوتوژنیک دارن، یعنی نمیفهم چقدر نقش بازی میکنن، مونده خیلی میخورن که مثلا نقش مرکزی باشن. مرکزی حالا مهم نقش مرکزی نیست، مهم اینه که شما نقش رو چطور بازی میکنن. مثلا چهره سحر به کدام نقش در فیلم میخورن؟ چوچگی های بی بی ما مثلا در فیلم خورت رکیش البته بیشتر چیست؟ به نظر من یک من چه ماهی به دنیا اومدین؟ جدی دی ماهی هست این ها، یک چیز هستن چهرش من یک آدم بسیار گپ زیاد میزنن، بسیار چی میکنن، مثلا یک دختر ماجراجوی کنجکاو. ما در ماه عقرب تولد شدیم. عقرب بسیار چی اگر نیش بزنه بد رقم میزنه. ما هم عقرب تولد شدیم. از خاطر نیش نیست، محبت است. ماه جدی یک دختر برادر ما است. من امروز اونا رو باید می آوردم به خاطر اینکه اونا دوست داشتن شما را. ما گفت اما من می خواهم اونا رو زنده ببینم. من گفتم اونا زنده هستن. من هم گفتم می خواهم. بعد ولی چون خیلی ترافیک بود متاسفانه نتونستم اونا رو بیارم. یک دختر برادرم اسما در جدی به دنیا آمده، یعنی
خیلی شوخ است و خیلی گپ میزنه و خیلی کنجکاو است. بنابراین شما خر خاموش است. نه نه سولو یکم بدل خط کن. ما واسه شما تا کدام متوالا اقرب اول اقرب اقرب ما یوزی اقرب ما اول اقرب شما شما ما آدم های قوس قوس هم خیلی چی هستین، خیلی بسیار هدفمند هستین و ممکن است بخاطر هدفتون بسیاری را حتی چی بکنی. البته اینا بله یک تعبیر از تعبیر است، ممکن است راست یعنی به من میخواد نقش آرام داشته باشم یا نقش یک فرد شوخه. نه ماجراجو شما شرانداز آمیانه چه برده بگیم و صدای بی بی هم ماجراجو سید ماجراجو سید هر کسی که میخواید دختر فیلم شبه بود کدام ویژگی ها را داشته باشه؟ خب به نظر من ببینین من میخوام دختر فیلم شبه به نظر من استعداد خیلی مهم است. ای که شما استعداد خیلی مهم است و این که شما بتونین در اون نقش فرو برین و اون نقش را طور تمثیل بکنین که مخاطب وقتی میبینه باور شود. بله. باور شود یعنی طبیعی باشه. مثلا میشه یک نقشم یالو بازی کنی خود یک امتحان بدی برای خانم کریمی کدام نقش بازی کنم؟ اینجا که کلگی بود راست میگه خیلی سحر خودت خود بازی کن یک نقشه مزاری نیست که چی غلط کنی خواندن کنی مویایت پر 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 ایلا کنی رقم میدنی مثلا چی مثل فیلم های پاکستانی باره یا مثلا بخیر دنگ 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 دیالوگ پیش از او که مثلا فیلم یا بر تمام سکرپتش داده میشه خیلی ما بر سکرپت هم میتم فضا قسمی است که تو سر ما عاشق هستی من تو نمیتونم تو با من رسیدگی کردن نمیتونی من بیشتر یک جای دور هستم سفر کردیم نیستم دیجا و تو یک خط نشته میکنی میگه پای دلت بر من میگی خط هم دایرکتر با عادی خودت میگه میگه برادر پاسات نشته کو اچن نشته میکنی برادر پاس خط سیار از هر است که تر زیاد دوز نمیخواد ده خانه لات بخوری از خاطر نمیکنی نه بگو یک چیزه مثلا این مادرت از برازی گله میکنی یا مثلا نشته میکنی که بس ما گپ ما بر نادیا میگم که یعنی خاطر نشه خب باش که من در دنقش برم جگر خونشا مادر جان به سیار گفتم من تو را نکنه خنده نکنه خنده ما در نقش هستم من امیانه مادر جان خوب هستی؟ امروز آمدی من باید یک ذره گپ بزنم چرا تو رنگت پریده؟ چرا تو جگر خون هستی؟ غمگین هستی؟ جواب رد چی میده؟ خود جواب رد خنده بودی؟ سیار گفتم دوست دارم سیار برم جواب رد داد بیازو باید جواب رد برد بده و از خود زن داره اولاد داره چی میگه ناق پشت پیگاره مگرفتی؟ ندارم. اون نشانش کارم. زیادتر. ما به نقشای آرام نبوده ماجرا. چون بیشتر می‌سازیم صحبت کردیم در فرهنگ افغانی. چون در افغانستان سینما یعنی تقریبا دو دو 20 سال میشه که پس 20 سال نمیشه کمتر از اون میشه که آستا آستا فیلم های افغانی که هم مثلا یک چند فیلم ساخته شد که با میار بین المللی یا عیار باشه به خاطر که تاثیر گذاشته کسایی که علاقمند هم است که پیشتر امیرم یاد کردم زیادتر خوش دارن که بچه فیلم باشن زیادتر خوش دارن که دختر فیلم باشن اگه یک نقش منفی برشان داده شد و یک نقش فرعی داده شد و میگه نه ولی این نقش قبول نمیکنیم ما مقبول هستم ما چرا در دختر فیلم نباشم اینی یکی از چیاره در سینما مقبولی یعنی خیلی مهم نیست ایست که شما چقدر چهره سینمایی دارین بله. این چهره سینمایی را در واقع هم درش کامرا دخیل است هم درش مثلا لایت دخیل است هم بله چندین عامل دیگه است عامل های دیگه یعنی مقبولی مثلا شما عملا یک دختر خیلی زیبا را میبینین که اصلا در واقع هیچ عیبی نداره ولی وقتی مقابل کامرای سینمایی قرار میگیره هیچ چیزی برای گفتن نداره برای شما بگه بله. یعنی این چیزهایی است که باید باید در نظر گرفته بشه و دیگه ای که استعداد خیلی مهم است و اینکه رابطه شما با هم نقش ها با قصه ها چه رابطه ای است اینها خیلی یعنی فاکتورهای عجیبی وجود داره گاهی اوقات شما استعدادتون در یک نقش بسیار منفی در یک نقش کوچک میتونین در واقع بیشتر نشان بدین من نمیفهمم پنلوپ کروز حتما نامش شنیدین بازیگر
اسپانیایی است ولی در آمریکا هم کار میکنه، یک بازیگر خیلی زیباست ولی سالها در خیلی فیلم ها بازی کرد ولی عملا هیچ وقت کاندید اسکار نشد، ولی بعد در یک فیلمی نقش فرعی را داشت، نقش اصلی را هم نداشت و در اون فیلم در واقع انقدر خوب اون نقش را بازی کرد که اسکار برد، اسکار مثلا بازیگر جانبی را، یعنی بازیگری که نقش مکمل داشت. یعنی این ربطی به این نداره که شما حتما در مرکز باشین، نه ربط به پتانسیل و امکانهای اون نقش داره که چقدر شما از خودتان میتونین بیرون بدین. بله کاملا که اینی سوال باید تل شوه که انشالله که سینمای افغانستان هم رشد کنه و فیلمای خود ما جای فیلمای را بگیره که حالا فعلا عملا میچله، که فیلمای خارجی هم میشه کلگی ببینن آقا من داره، اما فیلمای افغانی تولیدش زیادتر شود. ما برای همین جشنواره ملی سینمای افغانستان را انداختیم به نام لاجورد، به خاطر اینکه تمام فیلمسازا چه فیلم کوتاه ساختن، چه فیلم اکشن ساختن، چه فیلم مثلا فلسفی ساختن، چه فیلمای آهسته ساختن، تون ساختن، هر چی، در واقع همه اینها رو زیر یک چتر میاریم و به رقابت میگذاریم. وقتی که به رقابت بگذاریم در واقع متوجه میشیم که کدام فیلم خوب است، کدام فیلم بد است. این از یک قوس تا ده قوس در کابل برگزار میشه، در سینماها نمایش داده میشه و مردم باید بیاین. رابطه فیلم زمانی میتونه معنای بیشتری بگیره که مخاطب رو ببینه. خب ما اف سوال دارم، سوالی است که باید جواب بدین. باید خب باید جواب بدین. راست بگو. از دل جواب بدین، واقعا جواب بدین، کوتاه جواب بدین. بدترین بچه فیلم سلیم شاهی. بدترین دایرکتر. خیلی دایرکترهای بد زیاد داریم. خب یکیش نام بگیریم. به خدا همی جنجال میشه اگه من نام ببرم، باز از دست من ناراحت میشه. خب زیاد داریم. زیاد داریم. خوبترین کارمند افغان فیلم. سه نفرن. خود کارمند رسمیش یا بالمخته‌اش؟ فرق نمی کنم. خیلی هم پس بالمخته اگر بخوام بگیم. خوب است که زیاد زیاد است. خوب است که زیاد است. خوبترین فیلم افغانی. از قدیمی ها ما فیلم خاک و خاکستر عتیق رحیمی را خیلی دوست دارم. از جدید ما فکر میکنم که در سینمای مستند الکا ساداد یکی از یعنی یکی از در واقع استعدادهای خیلی ناب هستن و در سینمای داستانی فیلم خوده. خوب است. بدترین فیلم؟ بدترین فیلم نمیشه گفت بدترین فیلم، به خاطر اینکه نظر شخصی است، ممکنه یکی از اون رو بهترین فیلم بگیره. بله خب خیلی فرق نمیکنه. خرابی رئیس پیشین افغان فیلم. وقتی من رفتم ازشان خواستم که مرا برای ساخت فیلم کمک بکنن، از من در واقع پولی را به ناحق گرفتن. خب اون آهم گرفت بس پس شد. خوبترین و بهترین آهنگ که شنیدین تا حالا، افغانی باشه یا خارجی فرق نمیکنه. خب خارجی خیلی زیاد است ولی افغانی مثلا بازی تو کردی با سرنوشتم امازا میره به رئیس پیشین خوانده. خب بدترین آهنگ ما یک در همسایگی ما خانه زیاد است، یعنی خانه هایی که ما در منزل بالا باز به خانه ها رو میبینیم، یک آهنگ است که هر عروسی که در همسایگی ما گرفته میشه ما آهنگ میگذارم و من از آهنگ متنفر هستم. عملا اسمش چیست؟ اسمش رو نمیفهم چون آهنگ های جدید افغانی رو خیلی گوش نمیکنم، اما آهنگ دوست ندارم. گنجشکک هم خیلی خود گنجشکک بسیار بی‌شرف است. نه خود گنجشکک قار است در زمین موضوع که در جا یاد میشه. خب بسیار خوب، ما بخیال کنم تصویر داریم. نادیه جان از طرف اشاره کرد متوجه اولا تشکر طرف ما اشاره کردیم کدام ویدیو آماده سمی تصویر را میبینیم. ما از آقای سلیم شاهی و کسایی که در عرصه سینمای تجاری و سینمای عامه‌پسند کار میکنن یک خواهش دارم، بیاین امی سطح و کیفیت محتوایی و تکنیکی و مسلکی فیلم هایتان را بالا ببرید
و خودتان برای سینما و فیلم های تجاری و عامه پسند دادخواهی کنید و مردم را ترغیب کنید. افغان فیلم درش برای هیچ فیلمساز و سینماگری بسته نبوده و نیست. ثبت فیلم خودت یکیست، ثبت ما دیگه. سینما دو خط فرضی داره که یکیش تو پیش میبری و یکیش سلیم شاهین. با افتخار عظیم و کف بزنیم. ما افتخار میکنم به خانم قهرمانی که فیلم جور میکنه و بیشتر یادآوری کردی که از خانم همه کل قومتون که جمع کنی سینما را پر کردن و میتونی والا که بیاد این کسی مکنش کلان خونه سلیم شاهین لبسنگ میکنه در سرک میریم که سلیم شاهین تو بشناسی. ما نوکر مردم هستم. فیلم را تو تاله ندیدی، وقت فیلم ما را ببینی در باز قضاوت بکن. فیلم را ببینی باز قضاوت بکن. یکی از فیلم های فیلم جدیدش چند روز پیش بود. چرا رفتم اونجا؟ با اینکه اصلا نمیخواستم برم، یکی این که خود سلیم شاهین یک اخلاق داره جدا از فیلم سازیش، اصلا به فیلم سازی من اصلا سبک فیلم سازیش، روش فیلم سازیش، نوع فیلم سازیش اصلا دوست ندارم، نمیپسندم و تبلیغم نمیکنم. اینو به خودشم گفتم. ولی یک عیاری، یک جوان مردی داره که فکر میکنم خیلی از فیلمسازهایی که در دنیاهای دیگه رفتن و فیلمهایشان برنده شد و جایزه گرفتن نداره. و او است که یک بار آمد با ما صحبت کرد. من گفتم که ببین من فیلمت دوست ندارم، خوشم هم نمیایه، منتها ای که همینقدر که مرام داره که تخریب نمیکنی، از پشت خنجر نمیزنی، از بدنام نمیکنی، این برای من خیلی ارزشمند است. چرا؟ چرا که من یک سالی که در افغان فیلم کار کردم، من خیلی آدم های دروز یاد دیدم. مثلا در مجلس های ما می آمدن، صحبت می کردن، بازده خفا می شنیدم که رفتن مجلس کردن چطور سرا کریمی رو برکنار کنیم. من به احترام امو جوان مردی و عیاریش رفتم، یکی. و دو اینکه مدیر سینما آریانا بعد از سالها تغییر کرده و یک دختر خانم شده. و یک دختر خانم آسیتا فردوس است. و ما به احترام این که یک دختر مدیر سینما هست رفتم. و من یک عادت دیگه هم دارم که از هیچ فرصتی برای گفتن حرفایم گریز نمی کنم. در فیلم سلیم شاهین تمام اونمو گروهی که امور سبک فیلم ها را می ساختن در مجلس آمده بودن. بله. یعنی تنها شانس ما بود که امو حرفای دلم در امو مجلس بگویم. آه. چون جور دیگه ما اونا را نمیتونستم جمع کنم. بنابراین او یک میشه گفت یک توفیق اجباری بود. بنابراین من اونجا خیلی قاطع گفتم که شماها به جای اینکه بشینین در سوشیال مدیا ما را تخریب کنین، یا اینکه امی 18 سال کار نشدن را به عهده یا بر شانه های یک دختر بذارین یا یک زن بگذارین، اول ببینین چه اتفاقای افتاده. در واقع الان ببینین یک سال است که عملا نام افغان فیلم در رسانه ها است. بالاخره یا در برنامه شما دعوت میشم، یا در برنامه بامداد خوش دعوت میشم، یا در کدام رادیویی دعوت میشم، بالاخره این نام افغان فیلم خوب یا بد همیشه هست، یعنی زنده است. یعنی مردم عملا و بعد مردم توقع دارن، سوال می خوب حالا کار بکن، یعنی ما رو مجبور میکنن. در خفا نیستیم که 8 صبح بریم 4 بعد از ظهر بیایم، باز آخر ماه که شد بگیم معاش ما رو بدین و هیچ کاری نکنیم. ما به اون مجلس اتفاقا با خیلی مشورت کردم رفتم، و وقتی که خودش آمد دعوتنامه را در دفتر ما در افغان فیلم داد، من به هر حال برش قول دادم که اوکی من در مجلست میایم، فقط سخنرانی میکنم و میرم و فیلمم نمیبینم، به خاطر اینکه به هر حال من
در این رشته درس خواندم، جوانی ما گذراندم. نه نیستم. جوانی ما گذراندم، یعنی 10 سال تمام ما در دانشگاه یک رشته را خواندم تخصصی، بنابراین نمیتونم به مسلک خودم خیانت کنم. ولی آدم کاک است و ما کاکگیش را دوست دارم و برش احترام قائل هستم. این که نوع کار ما فرق میکنه و دیگه چیز دیگه. بله که این موضوعات هم یکی از موضوعات نو بوده. بودم کریمی درباره جشنواره ها برای ما بگوین که برگزار می شود در خارج از کشور و قرار است که فیلم هایی که در آرشیف هست از سینمای افغانستان در اونجا به نمایش گذاشته شود؟ بله بله، ما متاسفانه همی شوی ویروس کرونا خیلی همه چیز را مختل کرد. ما در چند جشنواره در دنیا اصلا بخش افغانستان داشتیم، یعنی پلتفرم‌ها رو استفاده می‌کردیم، بخش افغانستان، کارگردان‌های جدید. مثلا در همین 3-4 سال اخیر نمایندگان سینمای افغانستان زنان هستند. رویا سادات هست، ما هستم، شربانو سادات هست، سرامانی هست یا الکا سادات هست و در کنارش آقا پسرها هم هستن، ابوذر امینی هست، حسن فاضلی هست، حسن نوری هست، مثلا اینجا مسعود اسلامی و خانومش، اینها همه کار می‌کنن. ولی عملا در پلتفرم های کلان مثل جشنواره کن، جشنواره ونیز، لوکارنو، اینها ما زنها هستیم که از سینمای افغانستان چی میکنیم، نمایندگی میکنیم. ولی خب انشالله که امی ویروس کرونا وضعیتش مشخص شود که چی میکنه، میمونه یا میره، بعد ما انشالله حتما در جشنواره ها هستیم، نام سینمای افغانستان را در واقع به یاد مردم میاریم که افغانستان هم سینما داره و امیدوار هستیم. ولی در عرصه فرهنگ کار کردن خیلی سخت است، یعنی آنقدر که اگر در مورد رسانه ها کار کردن، در حوزه رسانه ها کار کردن که امروز ما مثلا خانم ها رو میبینیم، شما دخترای زیبا رو میبینیم که مجری هستین، برنامه رو میگردانین، اگر در رسی سینما در 18 سال کار میشد ما اصلا سینمای ما یک جای دیگه بود. اما خیلی کم کار شد و شما یک ویرانه رو از اول آباد بکنین بسیار وقت میبره. بله خانم سارا، ما متوجه هستیم که امروز برای سینمای افغانستان کس توجه زیاد نمیکنه، یعنی آینده سینمای افغانستان شما تا 10 سال آینده چگونه میبینین؟ یعنی چه تغییراتی میخواین؟ تا 10 سال آینده؟ بله. عالی. این تغییرات زیاده داشت ایجاد میکنه؟ خیلی. یک نسل صلح مشکل ایجاد نمیکنه. صلح برای آبادانی گویا میشه دیگه، برای خرابی که نمیشه. البته اگر صلح تمثیلی نباشه و پروژه‌ای نباشه، به خاطر اینکه متاسفانه افغانستان مثل یک زمینی شده که بسیار چیزا را درش امتحان میکنن که آیا کار میته، مثلا یک گیاه آیا رشد میکنه یا نمیکنه. ما یعنی ما بیشتر باید عمیق‌تر کار بکنیم و این عمیق کار شدن، کار کردن فکر میکنم به عهده ما و شماست. بله. بیگانه ها نمیتونن. کاملا. و ابی یکی از سوالاتی که باز میشه که ما ختم بکنیم بحثا، یکی از سوالاتی که در ذهن ما است، در ذهن بعض دوستای دیگه هم است که امی کسایی که بسیار چهره مشهور سینمایی هستن یا یک دنیای خود دارن و اگر یا درست مدیریت نشن شاید که اونم استعدادشان همه چیزی که دارن شاید برباد شه و از دستشان بره. شما در این رشتام درس که خواندین، در این رشتام کدام اشاره بوده که کسایی که مشهور میشن چطور منیج کنن؟ کسایی که در سینما میان اکس تاره میشن بالاخره؟ نه، اون خیلی فردی است. اون خیلی فردی است. ببین شهرت زیبایی ها و جذابیت های خود داره، اما خطرات خودم داره. خیلی میتونه، خصوصا در افغانستان که شهرت را قدرت میبینن، در حالی که شهرت به نظر من بیشتر محبوبیت است. دقیقاً. و باید او به توانایی فردی انسان بستگی داره که شما چقدر امور را منیج بکنین که تحت امو نیروی شرش مشهور بودن نرین و اسیر نشین، بلکه امو بود خیرش را ببینین، بود خوبیش را ببینین. این خیلی خیلی فردی است، یعنی نمیشه او را منیج کرد یک کسی را. دقیقا. ولی ما
برنامه هایی که در افغان فیلم داریم این که استعدادها کشته نشن. بله. استعدادها از بین بیشتر کشفشان میکنیم، بیشتر سعی میکنیم آدم های نو، دخترهای نو، بله. پسرهای نو را وارد سینما بکنیم. بسیار. تا بتونیم حداقل به این طریق مدیریت بکنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. بسیار تشکر خانم سرازی که آمدین به قاب گفتگو. خواهش میکنم. صحبت های بسیار خوب داشتیم و معلومات بسیار خوب هم حاصل شد. انشاءالله منتظر فیلم ها این جشنواره که در پیش روی است میباشیم و بخیر که شما بسازین فیلم ها را اونا ما در خدمت دیگه باز نشوش. فقط من منتظر یک چیز هستم که فیلم ها بیدم شما هم باشین در فیلم. شما خب من را خود معمیال میبینید. نه نه در فیلم باز دیگه هم مثلا بطماش بیایی باش شما و در اینجا بگویم بطماش نیست بچه فیلم نیستم در کشکم لغتش کنم. تشکر خانم زهرا. خواهش میکنم. خواهش میکنم. زنده باشین لطفا. دوستا یک وقفه. شما این دوباره دوستو های دامی برنامه قاب گفتگو است و بسیار تشکر از تمام امتانای ما که شما همیشه لطف میکنین و ویدیو هایتان رو میفرستین و ما میبینیم همون جای مقبول هم که شما زندگی میکنین، یعنی زیادتر دخترها علاقه مند هستن که برن خارج. اینجا یک دو سه نفر در اینجا هست در سفر، البته سفر نمایشان ها نمیگیرم ما، اما به اقامه دائمی علاقه مند هستن که باشن که یک ویزه میپالن که برن. اما من برشان امی بخش ما از خاطر ازی ساختیم در پروگرام، ما نظر دادیم که بخش باشه که علاقل یا ببینند خارجه که دلشان یک کمک ذره صبر باشه. تو دلم زیادتر هوا خب شوخی میکنم، بریم با دوستایی که از وطندار کدمات تماس شدن و ویدیو فرستادن. سلام و علیکم سلام. بسیاری اگاه و هوای خوبی هستن. یک سلام خاص به حفیظیان محمدی حسین و علیکم سلام همکارانشان. امروز یک روز سلام گرفته آمدیم دیگه فرشیدیان محمد و شاپور صالحی دیگه، امیدوار هستم ویدیو رو باشن. تشکر تشکر و جان یک شب خندوله کس نام خواهد خندوله سلام محترم و تقدیم. و علیکم سلام. خدمت برنامه قابل گفتگو از طریق شما و تمام دوستایی که ما را تماشا میکنند. من سکندری هستم از ورجینیا ایالات متحده آمریکا. شما را زحمت دادیم و یک تصویر زیبا را ببینیم. بسیار عالی. و این دوست ما زنده باد افغانستان. آمین آمین. سلام با برنامه قاب گفتگو و تمام کارکنان قاب گفتگو. چقدر گلای معقول است. بحث ملی افغانستان. جمشید هستم از کشور بلژیم. بسیار عالی جمشید جان. پشت سر ما مشاهده میکنید جای کار ماست. خواستم با شما شریک بسازم. به شک ولی در بین گلا در کشور عزیزم افغانستان یک صلح دائمی و سرتاسری بیاید. آمین. با امید صلح پر از خوشی و سعادت. به شک. سلام دوستان، نام سنم از کانادا گپ میزنم. امروز آمدم کت خورکم کت پدرم کت مادرم بچه کرد. خوب کردین خوب کردین. جای بسیار مقبول است من تا پنجره شما ناق. سلام دوست عزیز، امید که یک روز خوب خوش آغاز کردم شد. علیکم سلام. ما هنوز هم در شهر میک هستیم، در بنده های شهر هستیم. یک طریقه که بسیار خوب یک چیز خیلی جالب هم روز متوجه شدم و او این که چی هست؟ کنار جاده یک جای جو کردن کدور هم ماندن قیمت شد تعیین کردن و در ضمن ازی یک جایی که ضد عفونی کردن هم ماندن گفتن از اینجا کدو ببرین و پولش بر ما برسین. دیگه اینی را میگن اعتبار، نه اینکه ما شما هم اعتبار راست میگه بخدا، بسیار جالب است. اینجا کدو را بانی خلاص است، حتی گفته فاصله را مراد کنین. به شک بود. سلام فرمه خوب قابل گفتگو. چی منظره؟ بسلام فرمه امروز هستم از ایالات کالیفرنیا امریکا. امروز امروز دوستان خواستیم که لکتو بیم. بسیار عالی. بخاطر هایکینگ آقامان این خیلی خوب بزشت و خواستیم این منظره مقبول را شما شریک بسازیم. امیدوار هستم شما موفق باشین. تشکر تشکر. موفق باشین. زنده باشی بیادر. بسیار جای مقبول و خوب است که دوستا کوهنوردی رفتید نگه. بسیار جای مقبول است. بسیار تشکر از تمام هموطنان ما. پل هم ببینیم. در پل چی گفته دوستای ما؟ سلام دوستان،
سلام و دستکاران خواب گفتگو همایون باطری است و مالکم سلام. این روز با نوردی آمدم با یک از دوستای خوبی مشتبه جان بسیار خوب که با یک از کوهای معروف سیویس به نام پیلاتوس پیلاتوس در موقعیت داره ای کو که ارتفاع از این کو 2332 بسیار بلند آمده بسیار چند صد متر نه بسیار کوهای پاک پاک ششتگی سر جانم دارم اینجا علاقمند است که دیکو بلند شوا و سر جانم میشه ایجای رو ببینیم بی بی مثل تیاره دره که بالا میشیم که ارتفاع ارتفاع است نه بسیار جالب بود بسیار جالب بود بسیار معقول جای از دم قله بلند استاد شدین بسیار خوب است احتیاط کنین که خدای نخواسته اوگار نشن یا نفته بسیار احتیاط کده بالا شده خوب اون جای یک از جای تفریز کنجا بیری رستوران تیاز آره تشکر در پل هم شما میتونین که از طریق امی شماره که داریم ویدیویتان رو جور کنین بفرستین و انشالله که حتما نشر میکنیم تشکر یه هفته ما به اینجا پاپان میرسد شما دریا را فراموش نکنین در دریا بله. شما برنامه مختلف سریال ها قاب گفتگو برنامه که تلویزیون میبینین کلش در اونجا است و یک چیز بسیار مهم که در دریا پیدا شده طلو نیوز فعلا میتونید به گونه زنده مثل اینکه در افغانستان شیشتین اپلیکیشن شبیر اند تلویزیونتان یک طریق خاص خود داره میتونید رو پیدا کنین و تلویزیون ببینین قبلا مثلا یگان دوستا زنگ میزدیم میگفت که می شبکه خنده رو چی وقت میبانم میگفتم من میال سایل دارم میگفت ما چی سایل کنیم این حالا میتونین که در اپ دریا به شکل زنده و قانونی شما ببینید باز برنامه ما عمل در دریا میره باز بعد از دریا که برآمد میره در ساحل مبرای در بحر مدرای میره در یوتیوب تو تشکر زنده تشکر سهر جان از شما سلام میگین بخیر باشین پناهتان به خدا تل دیو افغانستان زنده باد افغانستان یشتسن افغانستان خداحافظ